سعید مرتضوی بدون هیچ گونه تحصیلات حقوقی در 19 سالگی دادیار دادگاه شهر بابک شد و در سال 1373 در سن 27 سالگی به ریاست شعبه 9 دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد به شعبه 34 مجمع قضایی ویژه کارکنان دولت منتقل گردید. پس از آن قاضی مرتضوی به شعبه 1410 رفت، شعبه‌ای که نامش برای همه روزنامه نگاران شناخته شده است. وی 120 نشریه مختلف را در طول 8 سال توقیف کرد. این آمار هرگز در تاریخ تکرار نشده است. یکی از مهمترین پرونده‌های قاضی مرتضوی دخالت او در قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی بود. محسن آرمین نماینده مجلس ششم و عضو کمیسیون تحقیق این قتل، ماجرای دستگیری و بازجویی از خانم کاظمی را چنین بیان کرد. خانم زهرا کاظمی خبرنگار تابعه کشور کانادا روز دوم تیرماه در مقابل زندان اوین و هنگامی که مسئول گرفتن 8 از تجمع خانواده‌های بازداشتگان بود با ضرب و شتم دستگیر شد. قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، توجه به آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با مأموران متخلفی که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار دادند، حکم بازداشت وی را صادر می‌کند. پس از دو روز بازجویی، یعنی در روز چهارم تیرماه، به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین اودت داده می‌شود و پس از چند ساعت از وزارت اطلاعات می‌خواهند او را تحویل بگیرد. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، این وزارت اعلام می‌کند بازداشت وی ضرورت ندارد. ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همانجا از او بازجویی می‌کنیم. اما قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی می‌کند. زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی می‌کند. پنجم تیرماه ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل می‌کنند و ساعت 6 صبح روز بعد، یعنی روز ششم، حالش وخیم شده و به علت خونریزی مغزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونریزی ضربه مغزی و شکستگی جمجمه تشخیص داده می‌شود. زهرا کاظمی تا روز 19 تیرماه علی‌رغم مرگ مغزی در دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری می‌شود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می‌گردد. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد که مصاحبه صوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند. وی پس از مصاحبه مدیر کل مسئول چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعاً مخابره کند. تمامی اطلاعاتی که می‌دهم مستند و دقیق است. به گفته خانواده زهرا کاظمی، دادستانی اصرار به دفن سریع وی داشت. همکاران عزیز، من میدانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دستشون این اقداماتی بزند، اما روی سخنم با شما. این اعمال خودسرانه و غیرمسئولانه در صورت سکوت و مسامحه من و شما قطعا در این حد باقی نخواهد ماند. نتیجه سکوت یا بی‌اعتنایی پیشینیان ما در همین مجلس درباره اقدامات خودسرانه عوامل نظیر سید امامی و مصطفی کاظمی به فاجعه قطعهای زنجیری انجامید و کشور را تا سرحد یک بحران بزرگ پیش برد و ضربه به حیثیت و اعتبار نظام وارد کرد که جبران آن ممکن نیست. مرگ یک خبرنگار تابعه کشور دیگر در زندان بر اثر ضربه مغزی حادثه‌ای کم اهمیت نیست. قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد چرا حکم بازداشت او را صادر کرده است و به چه استنادی او را متهم به جاسوسی کرده است. متهم به هنگام فوت در اختیار وزارت اطلاعات بوده است. چرا قاضی مرتضوی اجازه نمیدهد وزیر اطلاعات خود درباره علت فوت و اعلام آن بررسی اقدام کند؟ چرا قاضی مرتضوی پس از شنیدن خبر درگذشت متهم برای شناسایی عاملان احتمالی مرگ وی دستور به بازجویی و دستگیری بازجویان نمیدهد؟ فراتر از این همه باید معلوم شود چرا فردی را به عنوان دادستان تهران انتخاب میکنند که به چیزی جز دستگیری و بازداشت افراد و اخذ اعتراف از آنان نمی‌اندیشد و برای فعالان سیاسی و مطبوعات هیچ حقوقی قائل نیست؟
چرا علی رغم وجود قضاوت با تجربه و سری در قوه قضایی جوانی که سابقه در انقلاب ندارد و احکامش در دوران قضاوت تقریبا بدون استثنا نقض شده است باید به چنین مقامی محکوم شود؟ قاضی مرتضوی و حامیانش باید برکنار و در دادگاه به اعمال آنها رسیدگی شود. قاضی مرتضوی به دلایلی که عرض کردم عادل نیست و تصمیمات و احکامش درباره اشخاص فاقد اعتبار و غیر قانونی. انا لله و انا الیه راجعون و ما توفیقی الا بالله العزیز الحکیم.